درودی دیگر به شما هم و همراهان مهمترین رویدادهای امروز را با هم بررسی میکنیم با سخنان شاهزاده و مسیر صلحی که از تهران میگذرد برنامه این ساعت را آغاز خواهیم کرد و در ادامه از جنجالی ترین خبرها پیرامون ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری خواهیم گفت در ادامه با ما همراه باشید اما برسیم به سخنان شاهزاده و مسیر صلحی که از تهران میگذرد شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایتالیایی اندنکرونوس کرونوس گفت دولت تندروی ایران پس از مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در سانحه سقوط هلیکوپتر بیش از پیش دچار ضعف و تشتت شده است به گزارش اندن کرونوس شاهزاده رضا پهلوی گفت مسیر صلح میان اسرائیل و فلسطینیان از تهران میگذرد او در ادامه افزود رویای ایرانی را دارد که با اسرائیل و همسایگان عرب در صلح و دوستی باشد آینده ای که او برای ایران و منطقه میخواهد شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به این سوال که آیا خطر جنگ منطقه ای هنوز وجود دارد یا تقابل محدود بین ایران و اسرائیل به کاهش تنش ها منجر شد گفت تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت است خطر جنگ منطقه ای وجود دارد جمهوری اسلامی همچنان اسرائیلی ها عرب ها و آمریکایی ها را تحریک می کند و به این کار ادامه خواهد داد تا امتیازهای بیشتری بگیرد کاهش تنش واقعی فقط زمانی ممکن است که جمهوری اسلامی دیگر نباشد فرزند شاه فقید ایران در مورد عملیات نظامی اسرائیل در رفح گفت این مورد در تخصص من نیست که بگویم من تحلیلگر نظامی نیستم آنچه میتوانم بگویم این است که تروریست های حماس مانند جمهوری اسلامی منافع مردم عادی فلسطین را در نظر نمیگیرند آنها دنبال صلح نیستند دنبال نابودی اسرائیلند آنها باعث این درگیری وحشتناک شدند به عقیده شاهزاده رضا پهلوی هدف جمهوری اسلامی از جنگ در غزه حمایت از حزب الله در لبنان و حوسی در دریای سرخ ایجاد آشوب است او در ادامه گفت جمهوری اسلامی دکترین نجنگ جنگ نه سلح را دنبال می کند تا از این طریق تروریسم را صادر کند بدون اینکه هزینه ای بپردازد و افزود جمهوری اسلامی در پی سرنگونی دولت منطقه است امیدوار بود و همچنان امیدوار است با استفاده از حوسی پادشاهی سعودی را سرنگون کند امیدوار است با استفاده از حماس و حزب الله اسرائیل را نابود کند هدفی جز تخریب دولت های منطقه ندارد تا بتواند خلافتی شیعی ایجاد کند و رهبریش را به دست گیرد شاهزاده رضا پهلوی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر رژیم ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا کند فاجعه بار خواهد بود و به آغاز رقابت تسلیحات هسته‌ای و احتمالا درگیری هسته‌ای منجر خواهد شد به همین دلیل است که سرنگونی جمهوری اسلامی حیاتی است فرزند شاه فقید ایران در مورد پیامد مرگ رئیسی گفت سیاست های جمهوری اسلامی با مرگ رئیسی تغییر قابل توجهی نخواهد کرد. او در خدمت خامنه ای و منافعش بود و جانشینش نیز همینطور خواهد بود. رئیس جمهوری در عمل یک منشی است، نه بیشتر. رژیم سعی خواهد کرد از به اصطلاح انتخابات برای رئیس جمهوری جدید بهره برداری تبلیغاتی کند. اما از منظر روانی بله این اتفاق در زمانی که رژیم بیش از پیش دچار ضعف و تفرقه است به مردم ایران قدرت داده است آنها مرگ این قاتل را جشن گرفتند اکنون من از هموطنانم میخواهم این انتخابات ساختگی را تحریم کنند و آنها سزاوار انتخابات واقعی آزاد و منصفانه اند. این خبرگزاری ایتالیایی در ادامه نظر شاهزاده رضا پهلوی را در مورد اقدام نروژ، اسپانیا و ایرلند در به رسمیت شناختن دولت فلسطین جویا شد و پرسید در حالی که اسرائیل هنوز در رفح مشغول کشف و شناسایی های حماس است، یک دولت به رسمیت شناخته شده چه وزنه سیاسی میتواند داشته باشد؟ شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ گفت به راه حل دو کشوری معتقد است و یک دولت فلسطینی دموکراتیک که با اسرائیل در صلح باشد همراه یک ایران دموکراتیک ای کاملا متفاوت برای مردم منطقه رقم میزند آیندهای مملو از امید و رفاه اما تا زمانی که حماس با حمایت جمهوری اسلامی در قدرت باشد این امر ممکن نیست یک دولت فلسطینی به رهبری حماس زمیمه جمهوری اسلامی و متحدی برای طالبان خواهد بود به عقیده شاهزاده رضا پهلوی راه حل دو کشوری تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت باشد ممکن نخواهد بود زیرا این رژیم همیشه به دنبال تأمین مالی، آموزش، تجهیز و حمایت از تندروترین گروههای تروریستی فلسطینی است. حتی اگر حماس از بین برود، جمهوری اسلامی یک گروه تروریستی جدید را برای تأمین مالی پیدا یا ایجاد خواهد کرد. او در ادامه افزود: مسیر صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها از تهران می‌گذرد. شاهزاده رضا پهلوی در پایان در پاسخ به این خبرگزاری ایتالیایی که نظر ایشان را در مورد حکم بازداشتی که برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صادر شده است جویا شد گفت من انتظار داشتم حکم بازداشتی برای خامنه ای صادر شود در عوض شاهد پیام های تسلیت سازمان ملل و کشورهای دموکراتیک مانند آمریکا برای ابراهیم رئیسی قصاب تهران بودیم که شرمآور است برنامه را دنبال می کنیم با ثبت نام محمود احمدی نژاد در انتخابات نمایشی آمدم تا بار دیگر به ملت ایران سلام کنم محمود احمدی نژاد روز یک شنبه 13 خرداد ماه به عنوان داوطلب نامزدی انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسلامی به ستاد این مراسم رفت و ثبت نام کرد <applause> علی اکبر جوانفکر مدیر عامل پیشین خبرگزاری ایرنا علی رضا بیگی نماینده تبریز در مجلس یازدهم عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر سابق کار مرتزا تمدن استاندار سابق تهران و مجتبا سمره هاشمی مشاور احمدی نژاد وی را همراهی میکردند دست شما رو می بوسیم، پای شما رو می بوسیم، تو رو خدا بیایید و مردم از این وضعیت نجات بدید این وضعیت شایسته ای ایران و مردم انقلابی ما نیست جسارت منو ببخشید امیدواریم که گوش به حرف مردم بدید و باز هم از خودتون مایه بذارید خدا خیرتون بده فرمودید چشم من بررسی دارم بررسی میکنم شرایط رو میسنجم وی همچنین گفته بود مشکلات امروز زیاد است ولی آن چیزی که در صدر مسائل است مسائل اقتصادی و بحث معیشت مردم است که اولویت اول است مردم باید بتوانند برای آیندهشان برنامه ریزی کنند شماری از هواداران احمدی نژاد شب را در پارکهای نارمک روی پتو به صبح رساندند تا ثابت کنند خواهان حضور وی در انتخابات هستند هواداران وی صبح یکشنبه با پرچمهای جمهوری اسلامی مقابل وزارت کشور تجمع کردند وی که ریاست دو دولت نهم و دهم را در یکی از نکبت بارترین عمر 45 ساله جمهوری اسلامی بر داشت طی یک کنفرانس خبری در مورد ثبت نامش گفت امروز آمدهم تا بار دیگر به ملت بزرگ ایران سلام کنم آمدم تا فرمان ملتی نجیب و بیدار را گردن بگذارم اطمینان دارم که همه مسائل کشور با استفاده حد اکثری از ظرفیت های ملی مبنا قرار دادن رأی و نظر عموم مردم همدلی و همکاری جمعی بهرهگیری شایسته از دیدگاه و تجربیات استادان صاحب نظر و متخصصان کارآمد و در پرتو همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل سازنده با جهان و دادن به توسعه مناسبات اقتصادی در عرصه بین المللی هر شده نیست. احمدی نژاد این حرفها را در حالی بیان کرده که خودش در زمان تصدی دو دوره ریاست جمهوری اسلامی نه تنها نقش اساسی در سرکوب وحشیانه و نقض حقوق بشر شهروندان و تشدید بحران های اقتصادی و بدتر شدن زندگی مردم داشته بلکه با تکرار شعارهای یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی مبنی بر محو این کشور از نقشه جهان بر شدت انواع تحریم ها از جمله در ارتباط با تروریسم افسود. احمدی نژاد بود که همین مردم را که امروز چاپلوسی آنها را میکند به دلیل اعتراضاتشان خس و خاشاک نامید. وی حتی از حجوم افرادی که ظاهرا طرفدارش بودند در نزدیک ساختمان وزارت کشور به شدت وحشت زده شد. صحنه ای که بیشتر یادآور گرفتار شدن مقامات ضد مردمی مشابه در کشورهای دیگر به چنگ مردم است. از سوی دیگر به دلیل همین پیشینه سیاه داخلی و خارجی ثبت نام احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با واکنش های گسترده در رسانه های بین المللی روبرو شد وبسایت روزنامه اسرائیل هیوم با اشاره به اعتراضات سال 88 در ایران علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری پرسید آیا منکر بدنام هولوکاست دوباره رئیس جمهور ایران می شود؟ این روزنامه می نویسد مواضع پوپولیستی احمدی نژاد اغلب در تضاد با نهاد مذهبی و رهبری جمهوری اسلامی بوده است البته این ادعا در حالی است که وی نیز در کنار دیگر رؤسای دولت‌های رژیم مجری عوامر رهبری نظام بوده و به نوبه خود آن را استمرار بخشیده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز در گزارشی احمدی نژاد را پوپولیست خواند و نوشت ثبت نام او در این انتخابات علی خامنه ای رهبر 85 ساله جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار می‌دهد به ویژان که وی در دوره‌های قبل رد صلاحیت شده بود. احمدی نژاد که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است به عنوان یکی از حامیان سرسخت نابودی اسرائیل از جمله در دوران 8 سال ریاستش بر دولت نهم و دهم مشهور و غربی ها اصاساً وی را با همین ویژگی میشناسند این است که ادعای وی مبنی بر همزیستی و تعامل سازنده با جهان بعید است مورد توجه دولت های منطقه و غرب قرار بگیرد در دوران ریاست جمهوری وی بود که نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان خامنه ای بودجه های چند میلیارد دلاری ماموریت پیدا کردند تا مانع سقوط بشار اسد در سوریه شوند. مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط هلیکوپتر در تاریخ 30 اردیبهشت 1403 این فرصت را برای جمهوری اسلامی به وجود آورد تا از قاضی مرگ که به جنایت علیه بشریت متهم بوده است خلاص شود. و برای برگزاری یک انتخابات نمایشی زود هنگام و گزینش یک رئیس دولت دیگر اقدام کند آن هم در حالی که کارنامه همه مقاماتی که داوطلب این مقام اجرایی می شوند مشابه و پر از فساد و جنایت است با کنون افرادی مثل محمد مهدی اسماعیلی، مسعود زریبافان، سعید جلیلی، علی لاریجانی، محمد خوشچهره، عبدالناصر همتی، مسعود پزشکیان، سید وحید حقانیان، محمود صادقی، مصطفی کواکبیان و علی رضا زاکانی ثبت نام کردند تا پس از تایید صلاحیت به عنوان نامزد چهاردهمین دوره ی ریاست جمهوری وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند. البته گفتن نیست که یکی دیگر از ثبت نام کنندگان نیز سرتیب ایرج شاهوردی فرمانده ی پیشین حفاظت اطلاعات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی است طبق اعلام وزارت کشور جمهوری اسلامی انتخابات برای تعیین ریاست دولت چهاردهم هشتم تیر ماه 1403 برگزار می شود. آن هم در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 1402 و اردیبهشت 1403 شمار آرای تحریم کنندگان و همچنین باطله بیشتر از افرادی بود که رأی آوردند. از جمله سید ابراهیم رئیسی که دولتش ناکام ماند و به پایان دوره اول هم نرسید پایینترین آرا را به نسبت شمار واجدان شرایط رأی دادن نسبت به اصلاف خود کسب کرد و نامزد مورد حمایت اصلاف طلبان عبدالناصر همتی نیز بسیار کمتر از آرای باطل رأی آورد به طوری که آنها به سه درصدی معروف شدند به پایان این بخش خبری رسیدیم سپاس از اینکه ما را یار و همراه بودید تا بخش بعدی خبر و تا درودی دیگر بدرود